صدا صدا میمونه میشم صدا نا از دیوونه میشم نیستی پیشم تیش زد بریشم نه 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 تو بودی تمام هستی و هستی و هستی را رستنانه من تو بودی زنگ صبورم و نگاه دورم و چشمه بسته من تو بودی تمام کیه؟ من نه مامان من چه رستنانه گذاشت رام بود؟ میذاشتی درباز کن، میذاشتی اف اف، میذاشتی آیفون، میذاشتی آیفون تصویری، میذاشتی هرچی میذاشتی رامبوت نمیذاشتی. دو کلمه نباید بتونیم راحت نقاشو بکشی. کیه اومدم آقا جان؟ کیه؟ سلام. سلام. منزل آقای پیچازی لایق؟ بله. هستن؟ کدوماش اینا دو جین آدمه. من با آقا پشنگ کار داشتم. آقا پشنگ الان با پروانه خانم و سینا و اماد اینا رفتن بیرون خرید همین پیش با ایشون. بله البته اسمایی که فرمودید بنده نمیشناسم. آه بله؟ آه آه چی آقا؟ این تابلوی زیبا رو شما کشیدید؟ این که پشت تابلو چیز پیدا نیست ازش. آقای محترم اصولاً بنده همه چیز رو از ماورا میبینم. بله واقعا زیباست. میتونم از نزدیک ببینمش؟ بله بفرمه. هیچ پیدا نیست ولی ها همچینی. آه 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 کار منه، کار من. آه ببینید تونالیته رنگ گرم، فرم، کمپوزیسیون، هارمونی، همه اینا در نقطه طلایی جمع شده. فوق‌العاده است. بله البته این جان فوق‌العاده است. قربان شما. خیلی من این رنگای آبی رو همینجوری دستم ریخ پایین. نمیخواستم اینجا رسم آبی کنم. ببینید اصولا در نقاشی همه چیز در کنار همدیگه معنی میده. فرم، محتوا، رنگ و قلمی که شما در اون لحظه روی بوم میگذارید. ببینید در آثار بزرگان نقاشی مثل فرانسیسکو خوزه گویا، پابلو پیکاسو، ونسان ونگوک، رامبراند. اوه! چیه؟ اوه! چی شده عزیزم؟ این خطوط مواج در دستمال گردن شما چقدر دلنشین و زیباست. عزیزم 2000 تاش تو اتاق من هست، مگه ندیدین؟ خطوط مواج؟ بله. واقعا شما منو شگفت زده کردین. این همه اطلاعات و معلومات از تابلوی پسرم چطوری به دست آوردین؟ بندم همینو عرض میکنم. آقای دکتر. جانم؟ آقای دکتر. من تا حالا یه مورچم نکشتم. بی خیال شو آقا جون. میذارم یه قتل چیزی صورت میگیره. بعد وقت مجبور میشم دیتو بدم برم بیفتم گوشه زندون دلم به حال مامانم میسوزه. بله. بی خیال شو آقا. آقا جون بی خیال شو. ببخشید آقا بی خیال شو. بله آقا مثل اینکه من باعث دردسر شما شدم. نه آقا جون شما چه سرور ما هستید، ایشون منو نفله کرده. بی خیال شید آقا. ببینید پسرم من در جواب سرکار مادرتون آقای دکتر نمیخوام. آقای دکتر این آخرین باریه که رامبد به شما تذکر میده. ما الان داشتیم در مورد تابلوی پسرم صحبت میکردیم. شما اگه نظری داریم به خود رامبد میگین. روشن شد؟ روشن بود خانم. من واقعا نظر خیر داشتم. واقعا دیگه نه؟ نه. خب پس مرمت شما زیاد. قربان شما. دکتر کی صدا کرد منو؟ آقای دکتر ایشون عرض کردن شما رو نفرمودن. بفرمایید. خوش اومدی. خطوط مواج میفرمودین آقای دکتر؟ عرض میکردم خدمتتون. ببینید دیگه میخوام برم خرید، حق نداریم با من بیاین. اگرم اومدیم باید وسایل پلاستیکی بدم دستتون. یه پیچ پنیر رو با 5 تلو چجوری خوردی شما؟ آبجی من که نخوردم، من جلو رود داشتم را میرفتم، ایشون داشت لقمه میکرد میگه تو حلقه بنده، من سیرم.
تو سیری دیگه. بله. برای چی خوردی تو؟ آبجی بابا یه خب چیکار کنم؟ یه تیکه خوردم بهم چسبید دیگه، گفتم پنیر هم بذارم توش. بس دیگه. اصلا بگی نمیخوام. نمیخوام دیگه. همون به من چه دارم بیارم خریدار شدم. امپرسیون. همه تو حیات واسدان آبرومون رفت. منم همونو میگم. نور تیم. بگی ببینم اینو. آبجی به جون خودم اصلا موقع حرف نزنی شما. من صحبت میکنم من دیگه بیشتر صحبت میکنم راجعه این آجی. سلام دوکی بشن. خیلی مخلصم. چطوری؟ کی رسیدی؟ چرا اینقدر تغییر کردی پشنگ؟ لاغر شدم نه؟ نه برعکس زشت چاق کچن. دکتر از دوستای دوره خدمت بنده هستن، معرفی میکنم. سلام خانم. سلام. سلام آقا. قبل از اینکه شما تشریف بیارید ما معرفی کردم. معرفی شدیم به هم دیگه. ما شما رو نمیشناختیم که الان معرفی شدیم. آ من نمیشناختم. نه چاقا کچن. خیلی خوش آمدین، لطف کردین تشریف آوردین. خواهش می‌کنم. آبجی بزرگتر من هستم پروانه خانم. داداشم چیکارش دارین؟ هیچ. داداش کوچیکترم سینا. خوشحال شدم. بچه آبجیمه. چرا تو اینقدر زشت؟ از روزای دوره خدمت اصلا رفیق ششتونگ بودیم با هم. نگو دیگه، نگو. نگو. بله. بله. خب، ما اصلا صحبت در این شد که ما در خدمت آقای دکتر روی فلسفه نقاشی بشینیم صحبت کنیم. دکتر با معلومات ها؟ بله بله. ببینید من دوستم رو الان دیدم. دوست من حجمی از محتویات قضایی از بچه های دوره خدمت، یعنی بچه ششتونگ، رفیق ششتونگ. معذرت میخوام. میخواستم که یک پوزش اساسی از پریچر جونور آقا رامبو داشته باشم، به خاطر اینکه چون آقای دکتر اینا واحد خوبه رو برداشتن، ما واحد بده رو، جامون کوچیک بود دیگه، لطف کردن اجازه دادن ما امشب مهمونی رو اینجا برگزار کنیم. خواهش میکنم اومدین دیگه. نه اختیار دارید، بالاخره در جوار آقای دکتر بودن جای زهی ساده. واقعا آقای دکتر عجب غذای سرکار خانم، درست میگم که بله واقعا خوشمزه است. واقعا غذای بسیار مطموعه رامبود جان. من چی بگم آخه؟ من چی بگم من نمیخوام امشب رو خراب کنم، من نمیخوام حال کسی رو بگیرم، من چی بگم به این دکتر؟ میفهمم عزیزم. من نمیخوام اصلا شما من احساس قضا رو خواستم بگم که سرکار مادرتون بهتر میفهمن. آقا جان قضا رو اگه احساس قضا رو شما میخوای ببینم از این طایفه چاقا بپرس، این کپولا دور از جون شما، شما رو عرض نکردم. من اگه مامانم دستپختش خوب بود، آشپزی بلد بود، که این اوزام نبود. شما از اینا بپرس. نه دیگه، نه دکتر، از ما باید بپرسیم. نمیتونی بگی الان. نه نه. بله بله. دوستمه، اذیتش میکنی. بله. اگر غذا رو عقیم بخوای بپرسیم دست با خوبه یا بده، از ما باید بپرسیم که چاقیم. پشنگ جان داشتم آبجی شورش در رو نه داشتم میگفتم. آقا دکتر ببخشید اجازه بدین. احساس یه شب آقای دکتر مهمون ما هستن، یه ذره خودتون رو کنترل بفرمایین. نه دیگه نه. آقای دکتر آقای دکتر میشه بگین شما کجا دوره آشپزی دیدین؟ خیلی دستپختتون خوشمزه است. دوره آشپزی نیده دوکی، اون زمان دوره خدمتمون هم برای پادگان غذا میپخت، اصلا دستپختش عالی بود. My favorite. واقعاً دستپختشون عالیه. من که هر چی میخورم دیر نمیشم، بیشتر شاد میشم. واقعاً یه آقا دستپختش به این خوبی راست. عرضم اینه که نمیتونیم از این محبت شما واقعاً، اینکه حتی نقدن اینی که میخواستم عرض کنم که بعد از شام شما محبت کنید سری بالا بزنید. ببخشید به چه منظور؟ حجامت. دکتر اجازه بفرمایید. آقای دکتر لطفی در حال من بکنید که این غذاها رو یه 300 نوع از این نوع غذاها به من یاد بدید در آینده نزدیک به دهن نمیخوره. نه البته من خدمتتون عرض کنم که من و آقای دکتر قبلا هم با هم صحبت کردیم، قراره امشب ما در خدمت آقای دکتر باشیم.
چون میخوایم بشینیم روی روانشناسی رنگ‌ها و فلسفه نقاشی و مبانی رنگ بشینیم با هم صحبت کنیم. دوستان مستحضر باشید، اجازه بده شما همچی قراره نیست برای اینکه قراره پیش خود من باشه تا صبح از دوران خدمت و گذشته تعریف کنیم. من اصلا هتل هم کنسل کردم مگه نه؟ نه شما هتل کنسل کردید؟ آره هتل کنسل، چه با خودمه از پیش ما هست. نه نه دو کیره پیش خودمه. نه پیش ما هست. نه دیگه نه نمیگیری. چرا؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم لطف کنید دیگه به من دکتر نگید. ای آقا اختیار دارین، چه حرفیه؟ این مال زمانی گذشته است، کست نفسی نفرمایید. الان دکتره. ما عادت داریم به دکترا میگیم دکتر دیگه. بله من این ظاهر و کمالات و فضالات شما کلن تابلو نشون بده که دکترین. خواهش میکنم شما لطف دارید اما من دکتر نیستم. دکتر دیگه دکی؟ نه خواهش میکنم من دکتر نیستم. لطف کنید شما لااقل که از دوستان صمیمی من هستید من رو به همون اسم کوچیک صدا کنید. بنده طهماسب هستم. پس آقای طهماسب شغل شما چیه؟ از کنم خدمتتون خانم، من در قصال خونه کار میکنم. رفیق منه دیگه، توی قصال خونه هستهی کار میکنم. من از اولم میدونستم کارش درست بود. ببین طهماسب جون، حقیقت داره میگن آمریکا میخواد این قصال خونه های هستهی ایرانو بزنه؟ ها؟ کفتون بریده نه؟ همه کف کردین رفیق من تو قصد خونه هسته ای کار میکنه. ها؟ آره؟ نه بابا بجلو. نه خب بجلو مرد حسابی قصد خونه هسته ای نه، زرارت خونه هسته ای. قصد خونه چیه بقیه؟ جایی که مرده میشورنه. باد نگو نگو مای فیبری یوتیوت، مای فیبری یوت. یعنی چی کار میکنی تو دقیقا؟ یعنی دقیقا من در کار شستشوی انبات هستم. کفت هست تو به من نزن. یعنی داری مرده میشوری؟ بله عزیزم. بفرمایید عزیزم میل کن. نکن دستات به من چنده شمشه. دارشمه قصاتون رو بخورید. من همین الان یه لحظه اینا رو که دارم الان روبروی خودم میبینم شرمنده میشم که یه روزی مثل اینا بخوام کپل و چاپ بشم. من خودم خجالت میکشم، ترجیح میدم از همین الان رژیم بگیرم، نمیخورم. مرد رامبود دستشو بل کن، اون رفیق منه، من غذاشو میخورم. من میخورم غذاشو. چیکار کنم؟ غذاتو غذا نمیخورم. اذیت نکن. غذا نمیخورم. دوکی اذیتش نکن. غذا نمیخورم. دوکی اذیتش نکن رفیقمه، من غذاشو میخورم. غذاتم مرده ایه. دستم مرده ایه. دستم مرد. بده غذاتو من بخورم. دستم سه شده. چی شده؟ دستم سه شده. بفرمایید غذاتونو بخورید. آقا میل ندارم غذا، میل آقا آقا نخند. ببین این غذایی که تو پختی انقدر غنیه، فن و انفعانات معده هم صورت میگیره، بعد در جا سیر میشه. دست تو بگیر، دست تو بگیر، دست تو بگیر، دست تو بگیر. غذا تو بخور. میخورم غذا بخورم. صد بار میگم غذا شب زیاد نخور، خوابای باد میبینی. صدا میاد صندلی رو بپیچون. صندلی رو قایم کن. آره نه بشینه. خب نگینم بهش، نگینم گذاشتم. خب نگین به کسی، هیچی نگین. برو بیتی قشنگ جان. صندلی من کور. صندلی نداشتی تو؟ صندلی داشت. نه صندلی داشت.
شیشتنده نه. نه اصلا من ایشون رو ندیدم، کجا بودن ایشون؟ یکی از بچه هاست، اصلا تو دوره خدمتم رو صندلی عادت نداشت بشینه، رو زمین می‌نشست، همه رو صندلی بودن، این اعصابش خورد میشد. راست میگه، راست میگه، از سربازی که میومد تعریف میگرد میگفت عکسامون یادته؟ آره عکساش هم بود. همه رو صندلی بودن، اون رو زمین مینشد. نخون راحت اینجوری اذیت میشه غیر از این. پشنگ جان داداش من جانم. چای ریختم، برو چای بیار که زودتر بخوریم و همه بریم خونه هامون. همه برن خونه شون. آره بعد من بعد زود بریم خونه، فردا اماد بعد صبح زود بره مدرسه. مامان تابستونه مدرسه ها تعطیلی؟ یادم رفت مادر، تو رو ثبت نام کردم از این کلاس تقویتی ها، یادم رفت بود. من چای بیارم. چای حاضره، چای حاضر شد، چای بفرمایید. این ریختم برای تو، این ریختم ببین. متشکرم. نه نه این متشکرم. اینه بابا عادت داشتی تو این شیشه سس چای میخوردی دیگه، بیا. آره آره به منم میگفت همیشه. برداری بردار دیگه. پاشید برید آقا، پاشید برید خونه، من رو گرد چشیدید. پاشید برید خونه تون آقا، بیرونمون کرد دیگه آخر. پاشید برید دیگه، بلنش برید خونه هاتون، به همه خونه من رو گند کشیدید. بیرون برید بیرون. خوش اومدید، خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. خداحافظ. منت گذاشتید. خوش اومدید، خوش اومدید. آقا من دکتر من چی کارش کنم؟ عزیزم این دوست توی من چی کار؟ خیلی خوش اومدید. برو بابا دکتر، یه خداحافظ. آقا خداحافظ شما. خداحافظ. بریم دادوش. چطوری؟ بله ببخشید من کجا باید بخوابم؟ ما خواب بودیم. من کجا باید بخوابم؟ تو با کی دوستی؟ آقای پشنگ پیچازی لایق. خونه شون بره اونجا، بر خونه اونا. الان دکتر چه حالی داره، مرده شور تو خونه‌شه. خوب بیچوندی شا، خوش آمد ازم. حالی اومد تو خیلی تمرو نکن. نه تمرو تو الان تو خیلی خوب خفه شد. پشنگ پشنگ تو اینجا چی کار میکنی؟ من کجا باید بخوابم؟ این من قرار نبود تو بری خونه دکتر اول اجامت کنی بعد 300 تا غذا یادش بدی. خب دکتر که چیزی به من نگفت. یعنی چی چیزی نگفت؟ این دکتر پیچونده ها. یعنی چی بی احترامی میکنه به دوست من؟ من امشب تکلیفم رو با این دکتر تو روشن میکنم. بلنشو ببینم، بلنشو سینا، بلنشو سینا. یعنی چی حرف میزنه زیر حرفش میزنه؟ بیا ببینم. بیا برو، بیا برو. شما الان خواب نیستین دکتر. تشریف بیارین بیرون ببینم این اینجا چی کار میکنه دکتر. خب اینه چرا از من میپرسی؟ اینه باید از خودت بپرسی. از خودم چی بپرسم دکتر؟ این میدونی الان باید کجا باشه؟ کجا باید باشه؟ باید این تو باشه، خونه شما؟ باید خونه شما باشه چون مهمون شماست. آقای دکتر، دکتر آقا، آقای دکتر مغلطه نکنین دکتر. چه به بدقولی میکنید؟ شما سر شام مثل که یادتون رفته فرمودین که تا تیز قضا تموم شد شما تشریف بیارید بالا به دوست بنده، هم حجامتتون کنم هم 300 نو از اون قضا رو یاد من بدین. ببین الان این عین صحبت شما بود.
از نظر علم پزشکی الان موقع حجامت نیست. خیلی خوب دکتر در عجب آدمیه، چرا با این رفیق من اینجوری برخورد میکنین؟ این دکتره مرد شور، این دکتره. خیلی خوب الان فکر میکنم کجا بخوابی. او مای فیوریتیو، فهمیدم کجا باید بخوابی. بیا بیا برو بیا 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 منو کجا میبری پشنگ؟ بیا برکابی اینقدر خرد منو کشته بیدی میتونم سیبیل تا یه خب باشتا مردشوره. چه با مردشور باشه؟ مردشوره مالا چیه؟ تو خونه مو تو خونه تو من آوردمش. مردشور نیست. باید داره در میاد، اینو بیاره داره در میاد. وایسا به جون خودم تا صبح وای میسندم در خونه تو رو. یقی وایسا من قرار تو این نبود که دکتر بیاد با هم توش با هم شب در مورد مبانی نقاشی و اینجور چیزا صحبت کنیم. من یه تصویر آبستره از ایشون توی منزل شما دیدم، بعدش هم ایشون سر قرارش خیلی حساس، الان هم اومده سر قرارش. من چیز چرا دیگه؟ من نه چرا دیگه؟ بیا چیز بازه. نه دیگه همون سر میز شام مگه تو نگفتی ما میخوایم راجع به خاطرات سرمازی صحبت بکنیم؟ مگه نگفت؟ راست میگه. گفتم گفتم سینا گفتم من یادم گفتی دیگه. بعدم من چه حرفی دارم با شما؟ رو چه بحثی دارم؟ داره میگه اصلا سوادم در حد شما نیست استاد بزرگوار. نقاشی آبستره ایشون آقا بلد نقاشی حالیشه. اون نقاشی من تقدیم میکنم به شما، شما برید اصلا روش بشینید صحبت کنید راجع به هر چی. آقا بیا بذار بیاد سر قرار. آقا آقا رفتش دیگه. تو داعش منی یا داعش رامبد؟ خوش 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 خوک مرز عکس منه ها. تو داعش منی یا داعش رامبد؟ داعش تو هم نیه. چرا داری میگی من گفتم؟ خب گفت بی خود کردی. بعد آدم حقیقت رو بگه بعده. خب خودتون میخواستید بشینید راجع به خاطرات صحبت کنید. من رفتم. کجا میری؟ میرم خونه آبجی پرونه شب اونجا بخوابم. ما میخوایم خاطرات خدمتمون رو بگیم، باید پیش ما باشی امشب. خب من که نبودم خبر ندارم. نبودی که ما برای دیوار مگه میخوایم خاطراتمون رو بگیم؟ کجا چه خبره اینجا آقا جان من؟ چی کار میکنی؟ تو امشب با مایی؟ نه نه اینو بگیره. اینو بگیره. منو ول کن داداش، من سن رشدم نمیتونم بفهمم بابا. به به چه خدمت پر مخاطره ای داشتید. خیلی خاطرهاش لیوا بود. من برم و بخوابم چون ساعت 12 و نیمم شده. کجا کجا کجا؟ من میرم بخوابم، شما راحت تر خاطرهاتون رو تعریف کنید و یادی از قدیما کنید. برای چی بری بخوابی؟ همینجا میخوابی دیگه؟ نه دیگه، من میرم خونه آبجی پروانه میخوابم، شما همینجا راحت بخوابید، من بمونم جا تنگ میشه. برای چی صدا تو بیار پایین؟ بعدش هم همینجا میمونی پیش داش بزرگترت، رو حرف داش بزرگترت هم حرف نزن. آقا هیبت نیست، آبجی پروانه تنهاست، میترسم بترسه. من میرم اونجا بخوابم. نمیترسه، اماد هست. خب من میدم. خب خودت هم میترم، من میترسم. نه نمیره، نمیرینجا میشه باش. پس اگر مشکلی نیست جاها رو بندازین بخوابین. جای شما رو انداختیم، اینا زیر ماست. بله بفهم شما بشین بخوابید. بفهم بخوابید. بخوابید. شما نمیخوابین؟ نه من عادت دارم وقتی مهمون دارم شب بیدار میمونم. پس منم نمیخوابم. نه نه شما بخوابین، من میخوابم. آقا ما خوابیدیم اصلا. بخواب. این خوابید. این خوابید. منم میخوابم. بخواب. شما هم بخوابید. چشم. شب بخیر. خوابای خوب ببینین. کاشکی. کاری داشتین در خدمت؟ خوابین بریم بریم دو دو نباش
سلام رامبوت. ما امشب میخوایم بیایم اگه بشه خونتون همین بغل در یه جا بندازیم ما بخوابیم. ها؟ ها؟ شما چاقا رفتید مردشو رو بردید تو این خونه مسکونی. نه ما نمیدونستیم مردشوره. همین بغل میخوابیم. همینجا میخوابیم. آی دستن رمید. بذار ما بخوابیم اینجا، بذار ما بخوابیم. برو تو قول بده قول بده قول بده قول بده قول بده آقا. آی لای درگیره بفتدم. حالا چیکار کنیم؟ من میگم بریم یه گوشه بگیریم بخوابیم. هیچ کس ما رو راه نمیده. چرا آقا چرا؟ واسه چی؟ آقا تو هم با این دوستات، اینم شغل اون دوستت داره. به تو چه؟ من کجا میدونستم؟ اگه میدونستم راش نمیدادم عمرن. چاق، زشت، کچل، کچل خودم هم، کچل خوب منم. آره من کچلم. ها بریم اینجا بخوابیم. برو دیگه برو. ایو سرت درد نکنه. نترس. ما چی شده؟ چه اینجا خوابیدی؟ ها؟ چی شده؟ ها؟ من اینجا دور راه رو نخوابیده بودیم که نشسته بودیم داشتیم فکر میکردیم. بخوام ملف و سپیده کجا آوردی؟ بکش رو سرما نخوری. من درما نمیخورم. بگیر بخوام. من واکسن زدم. من سرما نمیخورم. بگیر بخوام. داداشم مرده. داداشم مرد. میخوای بشوریش حالا؟ آره میخوای بشوریش. خوابم نمیخوابم پریده. چرا اینجا خوابیدین اصلا؟ سرما میخورین؟ بکش رود. داداش نترس. این همه چیز چرا ملاف سفید انداختین رو ما؟ رعایت کن آقا. چیز دیگه ای پیدا نکردم. ساعت چند؟ یا ساعت من چهار صبح. باید بریم پیش دکتر، داره دیر میشه. من رو پیش سفید میندازی رو آدم زنده. پیش دکتر برای چی؟ پیش دکتر باید بریم دیگه. برای چی؟ باید بریم اونجا، کار داره. چی کار داره؟ پاشو. پاشو بکن 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 دیگه بکن. بریم پیش دکتر. دارو لباس تو مرتب کن. بریم هم فکر میگم خواب ترسناک دارم میبینم. نگو بیارو برو دیگه، دست نمیخوام بهت بزنم. بپیچیم بر دیگه. چیه؟ میسوزه؟ خواه جامته دیگه میسوزه. سینایی داداش بوده دیگه. باشه سب کنیم به در دخلاشو بده کنم بیارم. بوده بیا بگه من اینو نگرش دار. خیلی خوب الان جا تو میندازم راحت استراحت میکنی. دکتر گفته که نزدیک خونه ایم الان. یه خوری میریم برابتر بریم. خب آقا بیا برو بیدونیم برابتر در برو بیدونیم برابتر. ببخشید دکتر گفته باید بین راه جا تو بندازیم، نزدیک خونه نباشی. شرمندم عزیزم. تماس جون بالشو بده. خب شما اینجا میخوابی؟ اینجا فضای سبزم از نورگیره، خیلی جای دنجیه. اونجا هم یه دونه دستشوی راحت، هر کار داشتی دست به آب خواستی بشی آب خواستی هرچی اینجا میری اونجا دستشوی. با ما هم که بعید میدونم کاری داشته باشی. فکر نمیکنم با ما کاری داشته باشی. خب پس استراحت کن. ببخشید دکتر گفته. خدا آره استراحت کن. بگذار میسوزه. تماس باز کجا گذاشت رفت؟ نامه چیه؟ پشنگ جان، به خاطر زحماتی که دیشب به شما و همسایه‌های محترمتان دادم عذرخواهی می‌کنم
ولی منتظر من باشید. با تشکر تحماس. منتظرت که نیستیم. رفته پاشید. پاشید تحماس رفته. پاشید. سلام. من یه عذرخواهی به همه شما بدهکارم. منو ببخشید. من مجبور شدم به خاطر تز دکترای جامعه شناسیم این تحقیق کوچولو روی شما انجام بدم. من از شما تک شما عذر میخوام. منو ببخشید. میدونید من دارم یه تحقیق انجام میدم در رابطه با موقعیت شغلی انسان‌ها و نحوه برخورد اجتماع با اون. متاسفانه تو اجتماع ما یه مقداری بد جا افتاده که هر کس از موقعیت اجتماعی پایینی و شغل پایینی برخورداره یه مقداری باش بیمهری میشه. برعکس هر کسی که شغل و موقعیت خیلی خوبی داره خب بیشتر بهش احترام میذارن، در حالی که اینطور درست نیست. و چی؟ برای حجامت فکر کنم. به قول شیخ عجل سعدی، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست. نرو تو هم مثل من نمیتونی دووم بیاری. نرو